هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از شیخ بری که تا 2 سال پیش دور زدن تحریم رو رد میکرد. وقتی یه دیم گفتن ما دور میزنیم اما تحریم که مهم نیست، از جیب کی مهم نیست؟ از جیب خودتون هرچی میخوایید برید دنبال تحریم، از جیب مردم مهم نیست؟ اما حالا همین روباه بنفش وقتی خودش تو مخمصه افتاده به ناگهان چرخش مداری کرده و از این حرفا میزنه. ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم. دور زدن شیخ فری یه چیزی تو این مایه هاست، از هر طرف که دور بزنه آخرش کله پاس. و البته دلواپسایی مثل پاسدار قاسمی همین کله پا شدن رو که میبینن جوش میارن و اینجوری قاط میزنن. ای خاک ای خاک من باور نمیکردم که بعد از 40 سال انقلاب گیر چنین پدیده. ای خاک بر سر من، خاک بر سرم که زنده ام و میبینم این انحراف 180 درجه ای از اصول تفکرات امام و امام حی و جامعه گیج و کلافه هر روز و هر دم از این باوری میرسد تازه تر از دم. یه بار سند خیانت آمیز 20، یه بار برجام، یه بار FATF، یه بار فلان ها و مابقی چیزهایی که امضا کرده نماینده خائن جاسوس من و من نمیدونم. بیشرف میگه شفافیت شفافیت. امشب برو خیر نماینده تو بگیرین و این برجام الان این همه مدت بداشت اینا سند ترجمه شده واقعیشو بده ما بخون FATF اونو تش بده بخون سند 20 امضا کرد که حضرت آقا جان گفت این که دیگه اصلا بحث فرهنگیه، ما در فرهنگ که چیزی عقب مونده نداریم، اینا که باید خودمونو با یونسکو تطبیق بدیم. پسرم در طول این زندگی 40 ساله هیچ وقت ندیده بودم که این جریان نفوذی اینجوری زمان رو از ما بگیره، زمین رو از ما بگیره، پول از ما بگیره، دشمن رو در داخل راه نفوذ رو باز کنن، جای پای دشمن رو باز کنن، امیدها رو در سینه بکشن، امیدها رو به یأس نابود کنن. هیچ وقتی ننگین تر از این تقطعش ننگین تر از این تقطعش. اینجوری که این داره میکوبه تو عمامه شیخ فری، قبل از اینکه سر شیخ فری بشکنه میز نظامشون میشکنه. حواسش نیست که همشون سوار یه کشتی هم. این جوجه تئوریسین نظام هم کلن زیرا به پروپاگاندای نظام رو میزنه و میگه مسئولین بی ارزن. علت اصلی افزایش قیمت دلار و ارز در کشور ما ربطی به تحریم‌های آمریکا خیلی نداره. این دروغو بهتون نگن سیاستمدارا. سیاستمدارا برای اینکه بی‌ارزگی خودشون رو پنهان بکنن و عموم مردم از اقتصاد سر در نمیارن، میان میگن چون ما مثلا با آمریکا درگیریم قیمت ارز داره میره بالا. اینطور نیستش. سوریه با آمریکا درگیر نیست، تحریم نیست. از اون کشور چیزی نمونده، با خاک یکسان شده. اما قیمت ارز تکون نخورده تو این سالا. پلن ارزی ما مشکل داره که این آقایون سیاستمدار به جای اینکه صبح تا شب به جونم بیفتن بیان اونو درستش بکنن. علل حساب تو نظام سگ صاحبش رو نمیشناسه و همینجوری میکوبن تو سر و کله هم دیگه. وسط این گرگ دعوا و شلم شوربا این بوز قلمون عظما سر و کلش تو جمعه بازار پیدا شد تا اینجوری قمپوز در کنه. این علاقه مردم ما به خودکفایی باعث شد که در اثر تحریم‌های شما کمر ببندیم، نیازهامون رو خودمون تأمین بکنیم. بله، این شما و این هم تلاش آخوندهای زوار در رفته برای مقابله با تحریم. این آخوند صدیقی صحبت از خودکفایی کرد. حالا این شما و این نمونه از خودکفایی نظام با استفاده از خودروهای وارداتی. آقا مگر آمریکاشو میگیم دیگه. بعد مال یک نفره، میبینید روی شیشه تصویر داره
بعد اون خودروهای بالایی هم بود نتونستم ببینم. ببینید شبلته؟ بله شبلته. ببینم آره مرگ بر آمریکا میگم تحریمم شدیم. اینا من که نمیتونم بیارم، قطعا اون چه آورده این کاره بوده دیگه، دولتیه، اسمش هم که رو شیشش بود، مرگ بر آمریکا، جنگلی آمریکا، فنگلی اسرائیل. این هم تولید جلبک ملی در آب معدنی داخلی. سلام دوستان، این آب معدنی، آب آشامیدنی گوارای پی جی ماست، 1.5 لیتری، با این تاریخ تولید 27/4/97، انقضا 27/4/98، قیمت 1.500. اینم درب پلوم که ببینید اصلا در باز نشده. خیلی جالبه، این آبو من گرفتم بعد از 10 روز که توی ماشینم بوده. ببینید تو دو نقطه جلبک زده، خیلی جالب هست. زمانی هم که زنگ زدم به مسئول فروشش که شمارش اینجا هست، مدیر فروش که مالک خود همین چیز هستش که شرکت آب مدنی هستیه و یه شرکت مبلمان داره توی کرج، خیلی جالب بود که به من گفتش که آقا هر کاری میخواید بکنید بکنید، همینه که هست. البته دامنه این خودکفایی به برنامه آشپزی تیوریش هم رسیده و کیفیت محصولات داخلی اینطوری برنامه رو داغون میکنه. اول مزه کنن، اگر خواستن نمک بزنن. خب سبزده ازتون پرسن به جای قرص گوشت هم یا مذارت میخواه؟ ایرادی نداره، الاش میاد ایرادی نداره. ما قبلا قابل عمل رو چک کرده بودیم، چک کرده بودیم به خاطر همین مسئله. بله بیفرمودیم، ایرادی نداره. حالا در حالی که نظام ولایت در چنین نقطه ای از اقتدار قرار داره، به ناگهان پاسدار عباسی سر و کلش پیدا شده تا برای مذاکره با آمریکا شرط بذاره. فقط شما شرط ها رو ببینید تا به ابعاد مشنگی این جماعت پی ببرید. باید روشن کنیم که اونا چی میخوان از ما پای میز مذاکره، ما چی میخوان. ما زمانی میتونیم بگیم پای میز مذاکره بردیم که اینا محقق باشید. باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب رو. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. آمریکا باید بپذیره مسلمان بشه. از من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون برنه. آمریکا اگر ما نریم زیر دو خمه این که آمریکایا رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایا رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. 40 سال آزگاره که آخوندا هر بلایی خواستن سر مسلمانای ایران و منطقه آوردن، حالا دنبال اینن که آمریکایی‌ها رو هم مسلمون کنن. ببینید این پدر شاعر چطور وضعیت ایران رو در دو بیت خلاصه میکنه و توی صورت وزیر کشاورزی کابینه شیخ فری میکوبه. روزگارش هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم، دختران را همه جنگ است با مادر، پسران را به بدخواه فره میزنم، خود و دیزو مدنه و مملکت تو. خدا حافظ. و این هم یه واکنش طنزآلود به وضعیت سرسام‌آور قیمت ها. تو روزگاری که تنفر از آخوندها همه جای ایران رو پر کرده، این آخوند پهنیان مشنگ یه چنین نسخه برای برخورد با آخوندا میپیچه. ولی در جامعه ما رسم مردم یک روحانی میبینن، اول مشکلات معنوی خود را سوال میکنن. باید این رسم تغییر پیدا کنه. اول که یک روحانی دیدن، با اون روحانی و عالم دینی بگوین چرا دنیای ما این گونه است، چرا سیاستمداران این گونه رفتار میکنن، چرا این مشکلات مدیریتی هست، چرا این مشکلات اقتصادی در مملکت هست، شما علما چه میکنید در مملکت. اما در عمل و در کف خیابون مردم اینجوری با آخوندهای حکومتی برخورد میکنن. دیگه با ایران با خدافظی کنیم، میدونی؟ نسل داره مبارز میشه، با امید خدا نسلتون ریشه کرد. منتظر اون روز هستم. کم جیب مردم رو نزدید و دوزی نکردید، شما دوزی. اینجاست که آخوند تانگه وارد میشه و برای منقرض نشدن نسل آخوندا این اراجیف رو به هم میبافه.
من خیلی جاها گفتم برید خانواده های عزیزی که 6 تا 7 تا 8 تا بچه دارن بپرسید، شعبده بازی که نیست که، واقعیت ها رو برید بپرسید. میگه بچه اول کارم درست شد، بچه دوم خانه درست شد، بچه سوم ماشین درست شد، بچه چهارم مکه رفتیم. اینه همون برکت هاییست که خدا میگه، اینه من حیث لا یحتسبیست که خدا میگه، باور کنیم. این آخوند مشنگم خودش رو به چنین شکل و شمایلی در آورده تا شاید برای آخوندای منفور یه وجهه دست و پا کنه. اما هر چی قرمز عاشقشی، از پرسپولیسش گرفته، از ترابزونش گرفته تا بارسا، مثلا بارسای خودم پرسپولیس، همه اینا جمع. ان شاء الله امروز مثل نتیجه همین پلی استیشن سه تا گل نازنین میزنیم، سه تا وان تو جری، سه تا گل قشنگ میزنیم و قهرمان آسیا میشیم. اما واقعیت اینه که دوران دین فروشی تموم شده و حتی آخوندهای بی عمامه مثل این بزبز قندی هم به شکست روزه ها و خالی شدن انبار آخوندها از اجناس بنجل اعتراف میکنن. آقا تو شو تا از مراجع گفتن آقا جون کل سال رو تبدیل نکنید به مراسم عزاداری. سالی که 6 ماهش عزاداریه اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره، اصلا مردم حوزه آقا همه سال عزاداری داری میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه باز خلق شده، اختراع شده، ایام محسنیه. روز دیدم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیامده با این قد کتاب داره بردی؟ با این حساب کار آخوندها به جایی رسیده که دروازه خالی رو هم نمیتونن گل کنن. در پایان توجه شما رو به یه دابسمش سخت و دیدنی جلب می‌کنیم که در نوع خودش کار جدیدیه.